هفته جهانی ایمنسازی سال 2019 را در حالی آغاز کرده ایم که موارد ابتلا به سرخک در آمریکا و چند کشور دیگر به دلیل خودداری برخی والدین از تلقیه واکسن به کودکانشان افزایش یافته و به بالاترین میزان خود در دو دهه گذشته رسیده است. برنامه پلاگدین صدای آمریکا در گزارش بعدی نظر متخصصان را برای مقابله با این مشکل جویا شده. آخرین هفته ماه آوریل یعنی همین روزها هفته جهانی ایمنسازی و زمان تاکید بر اهمیت واکسن ها در کاهش بیماری های عفونی و مرگ و میر آنها خصوصا در کودکان است اما برخی از کودکان از این قاعده مستثنا هستند دلایل پزشکی برای این استثنا وجود دارد بچههایی که به این واکسن ها حساسیت دارند باید مستثنا شوند اما برخی افراد به دلایل منع مذهبی واکسن نمیزنند به گزارش مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها در آمریکا در سه ماه اول سال جاری میلادی بیش از 600 مورد ابتلا به سرخک در آمریکا ثبت شده است این رقم در جایگاه دوم بیشترین موارد ابتلا به این بیماری پس از سال 2000 و اعلام ریشهکنی سرخک قرار دارد من شخصا کسانی را دیدم که بچه هایشان را به مدرسه رسمی نمیفرستند زیرا به ایمن بودن واکسن ها باور ندارند اما ما درباره این موضوع چیز زیادی نشنیده بودیم زیرا آنها رسانه های اجتماعی ندارند رواج دوباره سرخک نه فقط موجب بحث های تند بین موافقان و مخالفان واکسن در جامعه شده بلکه به خانواده ها هم راه یافته <applause> ماه گذشته ایتن لندنبرگر نوجوان 18 ساله اهل اوهایو مجادله با مادرش را به کنگره آمریکا کشاند و گفت اگرچه هنوز تحت سرپرستی والدینش است اما به رغم تصمیم آنها واکسن زده و برای دفاع از حق سلامتی برادرش و کودکان دیگر به کنگره آمده است. مادرم به سراحت از باورهایش درباره واکسن صحبت کرد و من او را به چالش کشیدم پاسخ او معنی نداشت و من را سردرگم کرد برای همین هم به محض اینکه 18 سالم شد واکسن هایم را زدم من ترس و نگرانی آنها را درک می کنم اما پیشگیری از بیماری های خطرناک مهمتر از این اختلاف و نظر هاست نگرانی از عوارض جانبی واکسن ها چیز تازه نیست اما شبکه های اجتماعی اینترنتی در دامن زدن به شایعات نقش عمده ای را ایفا کرده و می کنند. با این همه و به رغم تلاش مخالفان ایمنسازی پوشش واکسن در ایالات متحده بسیار بالاست و 94 درصد از کودکان آمریکایی پیش از ورود به مدرسه واکسن های دوران کودکی از جمله سرخک را زدند.